همزمان با تهدید یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران، خطاب به کسانی که بحث نفوذ را زیر سوال می‌برند، سخنگوی دولت ایران می‌گوید موضوع تضییع حقوق مطبوعات از سوی کابینه حسن روحانی دنبال می‌شود. از سوی دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ابراز امیدواری کرده که آزادی خبرنگاران بازداشت شده زمان زیادی نخواهد برد برای بررسی آخرین وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی و همینطور پروژه نفوذ که باعث بروز اختلاف میان دولت و برخی نهادهای امنیتی شده. همکارم بهروز صمدبیگی در استودیو با منه. خب بهروز، امروز باز هم شاهد اظهارات متناقضی بودیم از طرف دولت و همینطور از طرف یکی از فرمانده‌های ارشد سپاه. از این طرف میگن که کسانی که موضوع نفوذ رو زیر سوال میبرن خودشون باید زیر سوال قرار بگیرن، و از اون طرف مقام‌های دولتی خیلی امیدوار هستن به اینکه این بازداشت شدگان آزاد بشن. درسته، در واقع اظهار نظر آقای سردار یدالله جوانی در ادامه اعتراضات مقامات ارشد نظام هست به سخنان آقای روحانی که شاید به نوعی غیر قابل پیشبینی و غیر منتظره بود و در واقع پروژه بازداشت روزنامه‌نگاران رو یک نوع تصفیه‌حساب سیاسی دونست. این نشونه هست مبنی بر این که این پروژه ادامه پیدا خواهد کرد، اما در این حال آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ورود کرده به پرونده و به نوعی ابراز امیدواری کرده که آزادی این روزنامه نگاران نزدیک هست و زمان زیادی نخواهد برد. به نظر می‌رسه که دولت در واقع این مسئله رو به شورای عالی امنیت ملی محول کرده و به نوعی قصد داره که با پادرمیانی این نهاد امنیتی پروژه رو متوقف کنه، هرچند که بستگی داره به خواست طرف مقابل. خب حالا با این تناقض هایی که اشاره کردی، از این طرف نهادهای امنیتی، از اون طرف دولت حسن روحانی، این به چه معنی؟ آیا قراره که این دستگیری ها پایان پیدا بکنه یا اینکه نه ادامه داشته باشه؟ بله، در واقع این اتهام که به رسانه ها و روزنامه نگاران زده میشه مبنی بر اینکه با رسانه های خارجی و نهادهای خارجی در ارتباط هستن برای اولین بار در ایران نیست. بارها سابقه داشته، در سال 90 در دولت احمدی نژاد هم از یک پروژه بزرگ جاسوسی خبر دادن و بازداشت‌هایی رو در اون صورت دادن در اون پروژه، اما این دفعه فرقش اینه که این رو منتسب می‌کنن به دستورات و صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی و همین این پروژه رو در واقع تقویت می‌کنه. اگرچه تا اینجا دولت در مقابلش ایستادگی خوبی انجام داده و شخص اول دولت در مقابلشون موضع‌گیری کرده، در روزهای آینده مشخص میشه که این توازن قدرت به کدوم سمت خواهد رفت و آیا بازداشت‌های دیگری هم در راه خواهد بود یا خیر.